بیانیه کاخ سفید 22 آوریل 2019 سوم اردیبهشت 98 رئیس جمهور آمریکا کار می‌کند تا صادرات نفت رژیم ایران را به صفر برساند رژیم حاکم بر ایران سردمدار حمایت از تروریسم است رئیس جمهور ترامپ این رژیم را به خاطر فعالیت‌های شرورانهاش مورد حسابرسی قرار می‌دهد آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریست خارجی لیست گذاری کرد و به بخش خصوصی اختار می دهد با آنها تجارت نکنند. سران رژیم ایران مرتکب نقص های وحشتناک حقوق بشر شدند و از درامت های نفتی به جای اینکه از مردم ایران حمایت کنند جیب های خودشان را پر می رئیس جمهور آمریکا میگوید حاکمان ایران منابع این کشور را چپاول می کنند تا ثروت کنند و رنج و بدبختی را در سراسر خاور میانه و خیلی فراتر از آن گسترش دهند. دونالد ترامپ کار می کند تا صادرات نفت رژیم ایران را به صفر برساند و این رژیم را از منبع اصلی درآمد خود محروم کند. دولت ترامپ تصمیم گرفته است معافیت های خرید نفت از رژیم ایران را در اوایل ماه می منقضی کند و این حرکت را با این هدف انجام می دهد که صادرات نفت رژیم ایران را به صفر برساند و این رژیم را از منبع اصلی درآمد خود محروم کند ایالات متحده به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران تا زمانی که سران این رژیم رفتار مخرب خود را تغییر بدهند ادامه خواهد داد رئیس جمهور ترامپ اقدام کرده است تا رژیم ایران را به خاطر طیف کاملی از فعالیت‌های شرورانه آن مورد حسابرسی قرار دهد ایالات متحده یک پیام واضح برای رژیم ایران میفرستد تا بفهمد که فعالیت های کننده و بسیج تروریستی آن در سطح جهانی با عواقب جدی مواجه می شود. رژیم ایران مدت های مدید است که از درامت های نفتی برای پشتیبانی از فعالیت های کننده و تأمین مالی نیروهای نیابتی تروریست خود در سراسر دنیا استفاده کرده است. رژیم ایران سردمدار حمایت از تروریسم است و تلاش می کند از سازمان های تروریستی شامل القاعده، حزب الله، حماس، طالبان و غیر آنها را تأمین مالی و حمایت کند. درامت های نفتی به تأمین مالی برنامه های این رژیم برای تسلیحات اتمی و موشک بالستیک که برای منطقه و ایالات متحده تهدید آمیز است، کمک کرده است. سران رژیم ایران مرتکب نقص های وحشتناک حقوق بشر شده‌اند. و از های نفتی به جای اینکه از مردم ایران حمایت کنند جیب خودشان را پر میکنند.